خب کامیار، امروز جلسه 90 دادگاه در حال برگزاری، روزهای آخر این دادگاه هست. بیش از 9 ماه دادگاه در حال برگزاریه. امروز دو نوبت صبح قاضی زاندر وقت رو به وکیل کنت لوئیس داد. وکیل بخشی از شاکی ها هست که اکثرا از اعضای سازمان مجاهدین هستن این شاکی ها، و دفاعیه رو قرائت کرد آقای کنت لوئیس. اول دادگاه هم حمید نوری مانند روزهای دیگه برگزاری دادگاه وارد دادگاه شد و اولین کاری که کرد یک صبح بخیر سوئدی یاد گرفته، معمولا اینو تکرار میکنه، و با خانواده خودش که امروز هم در دادگاه هستن یه سلام علیکی کرد و یه لبخندی به اونها زد. اما کنت لوئیس دفاعیه خودش رو باز برگشت به آغاز انقلاب ایران و گفت مخالفین در ایران فقط مجاهدین نبودند که اعدام شدند و سرکوب شدند، خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی توسط رژیم ایران اعدام شدند. چند عکس از فرودگاه سنندج نشان داد که مربوط به سال 59 و یک اعدام دست جمعی توسط افراد خلخالی به دستور خلخالی انجام شده. این عکس ها رو امروز در دادگاه نمایش داد. بعد اشاره داشت کنت لوئیس که گفت من از روز اول گفتم جنگ هایی که ایجاد شده مجاهدین با رژیم ایران جنگ‌های غیر بین‌المللیه، و این رو من از روز اول بهش اشاره کردم. اشاره به ماهنامه شورای ملی مقاومت داشت و گفت در این ماهنامه که سال 69 چاپ شده بیش از 20 هزار اسامی کسانی هست که اعدام شدن. در بخشی از صحبتاش اشاره به این داشت خیلی از اعدام‌ها در ایران مخفیانه انجام شده و خیلی‌ها مخفیانه دفن شدن و آمار ها میتونه بیش از این باشه. اشاره به هیئت مرگ داشت، یک اسامی نشان داد از افراد هیئت مرگ و گفت هیئت مرگ فقط در زندان گوهردشت و اوین نبوده، اسامی از خمینی تا به پایین 82 نفر رو اعلام کرد که این 82 نفر جزء هیئت مرگ بودن و حکم یا فتوای خمینی رو در شهرهای مختلف ایران سال 67 اجرا کردند. ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان که از داخل ساختمان محل برگزاری دادگاه حمید نوری همراه ما بودی. اما همونطور که گفتم همکار دیگرم احمد صمدی هم بیرون ساختمان سوی دیگر این ساختمان همراه ما هستش تا بشنویم از او آنچه در بیرون ساختمان اتفاق میفته. خب کامیار، میبینید پشت سر من جمعیت که قرار دارم و خب تصاویری که از زندانیان سیاسی در ایران در دستشون هست، یا تصاویری که از خانواده هاشون که در واقع در دهه 60 کشته شدن در زندان های ایران، از جمله در زندان گوهردشت که خب اینجا در واقع به معرض نمایش گذاشتن، و خب مردم سوئد هم میان اینا رو میبینن با برخی صحبت میکنن. اما نکته ای که وجود داره الان در تصاویری که خب طبیعتاً در پشت سر من وجود داره، همه این دوستانی که اینجا هستن اینا زندانیان سابق هستن، مبارزانی بودن که در دهه‌های گذشته مبارزه کردن و الان دارن با هم صحبت میکنن. برخی در خصوص دادگاه صحبت میکنن، برخی خب طبیعتاً مرور خاطرات گذشته میشه و همه اینها جمع میشه در اینکه به هر حال بعداً تبدیل میشه به دادگاه حمید نوری، و اینکه منتظرن ببینن در هفته‌های آینده چه نتایجی از دادگاه بیرون خواهد اومد. هرچند که خب بسیاری برایشون اونطور که ما در بخشای قبلی هم صحبت کردیم با میهمانان، برایشون همین که به هر حال یک نفر که در کشتارهای دهه 60 دست داشته و الان داره به صورت عادلانه محاکمه میشه با داشتن وکیل، خب برای اونها همین کافی هستش. خب به هر حال کسی اینجا به دنبال اعدام نیست و این رو جز در واقع مجازاتی نمیدونن که انسانی باشه، و خب همین که به هر حال زندان میشه و یا حالا هر مجازات دیگه که به هر حال دادستانا برایش درخواست کردن به عنوان حبس ابد، برای این افراد کافی است.